من کیستم؟ نوشته رازق فانی. به نام آن که به ما آموخت حق را از باطل تمیز دهیم و ستایشگر حقیقت باشیم. با هر دلی که شاد شود شاد می شود، آباد هر که گشت من آباد می شود. این بیت فریاد روان تابناک و پر از فرح و فروغ شاعر دردمند و حساس زنده‌یاد رازق فانی است که قلبش به خاطر میهن و مردم می‌تپد و مردم نیز خاطره های شکوهمند ستایشگر خویش را از یاد نبردند. به زیستنامه این سخنور گرانمایه به خامه خودش اینک نگاه می افتیم. زاد روزم را نمی دانم. به روایت مادرم روز ششم تولد من مصادف بوده به یکی از روزهای آفتابی هفته های آخر زمستان 1322 خورشیدی. در آن روز زنان محل در منزل میرزا محمد صدیق در محله بارانه گرد آمده بودند و تولد ششمین فرزند او را که من بودم همسوا با دف مبارکباد می گفتند. مادرم ریشه روحانیت داشت، یعنی پدرش جناب مولانا محمد اکبر آخوندزاده پایان چوک کابل و جد او مولانا محمد افضل معروف به رند خلوتی بودند. و اما پدرم که مرد آرام و اهل مطالعه بود، سرنوشت تلخ و غم‌انگیز داشت. در زمان صدارت محمد هاشم آن بیچاره را به حیث مدیر اداری نایب الحکومگی مشرقی یعنی ننگرهار به جلال آباد فرستادند. هنوز چند سالی از خدمتش در آنجا نگذشته بود که ماجرای قیام مردم صافی بر ضد دولت در ولایت مشرقی بالا گرفت و پدرم را مانند صدها بیگناه دیگر به اتهام دست داشتن در آن ماجرا با کابل احضار و در زندان دیمزنگ محبوس و زولانه در پایش افکندند. در آن ایام من 4-5 سال بیش نداشتم، ولی از پرده غبار این همه سالها هنوز آن روزها، آن روزهای جمعه را که مادرم ما را به دیدن پدرم به زندان بیمزن می برد به یاد دارم. وقتی قد کوتاه و هیکل استخوانی پدرم از قاب چرکین دهلیز زندان ظاهر می شد، صدای شرنگ زولانه او بیشتر از خودش ما را متوجه آمدنش می ساخت. آنگاه که در سایه دیوار زندان برای دقایق مختصر اجازه نشستن با خانواده‌اش را می یافت، من هر بار با آن حلقه های خشن آهنین که در پایش کرده بودند دست می انداختم و از او می خواستم که آنها را از پا بیرون کند.
ولی از او هر بار در پاسخ همان یک کلمه را می شنیدم که می گفت نمی توانم. یکی از روزهای سرد و ابر آلود ماه حدود 1328 خورشیدی، پدرم همراه با یک نفر سرباز مسلح که گویا محافظ بود به خانه ما آمد و پس از دیدار مختصر با اعضای خانواده از مادرم خواست که لباسهای گرم مرا بپوشند، زیرا آمده بود که مرا ببرد و شامل مکتب سازد. دقایقی بعد دست مرا گرفت و با هم براه افتادیم. شرنگ شرنگ زولانه اش در هر قدم گوش مرا اذیت می کرد. سرباز محافظ در حالی که تفنگ به شانه داشت در عقب ما روان بود. از کوچه پس کوچه های بارانه که گذشتیم، از راه چرچته به پل باغ و عمومی رسیدیم. پدرم موهای مرا جمع و جور کرد و در برابر حدقه یکی از کامره های عکاسان فوری قرار داد. دو قطع عکس را گرفت و همراه با عریضه‌ای که نوشته بود به اداره مکتب حبیبیه که آن وقت در لب دریای پل باغومی موقعیت داشت و پس از آن که مراحل شمولیتم را تمام کرد مرا به منزل رساند و خودش همراه با سرباز مسلح به زندان برگشت. تازه به صنف سوم ارتقا کرده بودم که بعد از ظهر یک روز گرم تابستان زنجیر دروازه به صدا در آمد. وقتی در را گشودم، پدرم به محوطه حویلی داخل شد. این بار سرباز و محافظی بارو نبود. با آن حلقه های آهنین را نیز در پایش ندیدم. با درایت کودکانه دریافتم که پدرم آزاد شده است. بی محابا فریاد زدم مادر، پدرم از بندی خانه خلاص شد. مادر و خواهرانم به حویلی ریختن. پدرم همه را بوسید و شادمانه و درون اتاق رفتیم. فانی می نویسد: با آزادی پدر خانواده ما نشاط و گرمی از دست رفته خود را باز یافت و مرغ لبخند که از سالها بدین سو از لبان خشک مادرم کوچیده بود به لبهایش برگشت. یک روز صبح با آذان ملا پدرم مرا از خواب بیدار ساخت و گفت برخیز، بعد از این باید هر روز صبح با من به مسجد بروی. مسجد که در کوچه خود ما مقابل دروازه خانه ما موقعیت داشت، در همان نخستین صبحی که به مسجد رفتیم، پس از ادای نماز، پدرم مرا و ملای مسجد، پیرمرد روحانی و متبرکی بود، معرفی کرد و از او خواست که نفیر نای مولانا را در گوش جانم بدمد و مرا با جهان پر رمز و راز مثنوی معنوی آشنا سازد. نه یه حدیث راه پرخون میکنه، قصه های عشق مجنون میکنه. ملای مسجد ما از مهاجرین بخارا بود که در تفسیر قرآن کریم و تدریس مثنوی دست بالایی داشت. با آنکه هنوز کودک بودم و از کلام آسمانی مولانا بهره چندان نصیبم نمی شد، ولی لذتی را که در آن سالها از خواندن و شنیدن مثنوی در آن ساعت اول صبح در فضای گرم مسجد به من دست می داد
هیچ گاهی نمیتوانم فراموش کنم. وقتی از حنجره گرم و گیرای ملا میشنیدم که میخواند نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. روح و روان من دگرگون میشد و ارتعاش علنی در رگهایم احساس میکردم. زندگی پرمشقت خانواده ام در دورانی که پدرم در زندان بود، لحظه های دیدار من با پدر در سایه دیوار زندان، دیدن زخم ها و خراش های که برخورد متداوم حلقه های آهن در بند پای پدرم ایجاد کرده بود، برخورد خشک و خشن بعضی از سربازان و افسران زندان با خانواده های زندانیان، چهره های زرد و آفتاب ندیده زندانیان، زندگی در کوچه های تنگ و بویناک شهر کهنه کابل و دیدن کودکان و پیرمردان فقیر و محتاج در بیرون زندان، همه و همه شراره های بودند که با هم یک جا چون تنور از نهادم زبانه می کشیدند و نشاط سالهای اول جوانی و نوجوانیم را می بلیدند. لیت این تنور در نهاد من سبب شد که نفرت خودجوش، سردرگم و ناشناخته جهان مرا تسخیر کند و دود غلیظ و تاریک بر لحظه های زندگیم سایه افکند. نمی دانستم به خاطر آن نفرت ناشناخته به گریبان که چنگ زنم و به چه کس نفرین بفرستم. جوشش این نفرت در نهاد من چنان نیرومند، ستیزنده و پرخاشگر بود که بسا اوقات آرزو می کردم آب همه مردابهای جهان در حنجره آسمان جمع شوند و فرشتگان آن را بر روی همه سلاطین بیدادگر و شیادان تاریخ تف کنند. این نفرت روان مرا افسرده و جهان مرا تاریک ساخته بود، به حدی که حتی صیقل صدای ملای مسجد و نفیر نای حضرت مولانا که هر سحرگاه در گوش جانم تنین می افکندند قادر نبودند که شور و شعف از دست رفته کودکیم را در من بازگردانند. و زنگاری را که از خاطرات تلخ کودکی در ذهنم نقش بسته بود بزدایند، تا آنکه این گره به دست مبارک حضرت عشق گشوده شد. عشقی که از جرقه های نگاه آغاز گردیده و بعدها چون خورشید عالمتاب همه زوایای زندگیم را نور و گرمی بخشید. این عشق زودرس که در نخستین سالهای جوانی در من ریشه دوانی، کابوس خوابهای کودکیم را آتش زد و جهان را برایم فراختر و دلپذیرتر ساخت. این عشق در من مستحیل شد. هر جا رفتم همراه من رفت و چون مرشد روحانی در فراز و فرود زندگی رهنمایم شد. برتر و فراستر از اینها همین عشق بود که فریاد مرا آهنگین کرد و چیزهای به نام شعر بر زبانم جاری ساخت. هنوز بیاد می آید شبها وقتی پدر می خوابید، کتابهای مدرسه ام را می بستم و در عوض حضرت حافظ را در برابر می گشودم و عاشقانه ترین غزلهای او را در دفترچه جداگانه برای خود باز نویسی میکردم. گاه گاهی از قفسه کتابهای پدرم کلیات ابوالمعالی بیدل را نیز پایین می آوردم و در دریای مواج و متلاطم غزلهای او غوطه می زدم. هرچند از جهان آینه ها و تصویرهای بیدل چیزی به چنگم نمی آمد، ولی من از همان حیرانی خیش نیز لذت می بردم. باری در جای خوانده بودم که حضرت مولانا عبدالقادر بیدل نام شاعرانه یا تخلص خود را
از قطعه زیبای شیخ اجل حضرت سعدی گرفته است که در گلستان فرموده بود: عاشقان کشتگان معشوقه، بر نیاید ز کشتگان آواز. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ این حکایت برای من انگیزه شد که در ابیات و غزلیات بزرگان سخن موشیگافانه تر دقت کنم، تا اگر بتوانم به جای نام خانوادگیم صدیقی نام و یا تخلص شاعرانه تر بیابم. یک شب در خلوت خاموشی غزلی از دیوان حضرت ابوالمعانی با این مطلع خواندم: و چون سپندی که بر آتش افتد از جا جهیدم، چون این کشته حسرت کیستم من که چون از آتش سوختن زیستم من. وانگاه که به این بیت رسیدم، گویا گم شدم را یافتم. اگر فانیم چیست این شور هستی؟ اگر فانیم چیست این شور هستی؟ وگر باقیم از چی فانیستم من؟ شادمانه خود گفتم مناسب تر از فانی نامی را نمیتوان سراغ کرد. و از همان شب در پای سروده هایم فانی امضا کردم. دوره های ابتدایی و متوسطه مکتب را در لیسه حبیبیه و دوره ثانوی را در سال 1342 خورشیدی در مرکز تعلیمی وزارت زراعت در رشته احصائیه زراعتی به اتمام رسانیدم. سال 1343 خورشیدی در زندگی من به مثابه نقطه عطف و سرآغاز حوادث مهم و سرنوشت سازی به حساب می آید. در بهار همین سال بود که بعد از فراغت از صنف 12 در ریاست پلان وزارت زراعت ماموریتم را دریافت کردم. در تابستان همین سال بود که درخت عشقم به گل نشست. همای سعادت بر بام کاه گیلی خانه ما سایه افکند و با سریای عزیز همسر نازنین و بزرگوارم، مادر 4 فرزند و مادر بزرگ 4 نوه دلبندم، پیمان همسری و همسفری بستم. در خزان همین سال بود که مثنوی ترجمان وحدت را با پرداخت عارفانه و پیام اجتماعی و میهنی و با تأثیر پذیری مستقیم از مثنوی حضرت مولانای بزرگ در بحر رم سرودم و برای جوایز مطبوعاتی همان سال نامزد کردم و اتفاقا برنده جایزه نیز شد. از همان تاریخ به بعد نخستین آثار منظوم غزلواره ها، طنزهای انتقادی و اجتماعی و نوشته های پراگنده دیگری از خامه من در صفحات جراید و مجلات راه باز کردم. گردونه تاریخ معاصر افغانستان تا اوایل سالهای 40 خورشیدی در همان مسیر آرام یک نواخت و کسالت آور خیش در حرکت بود. شاه به شکار و شکمبارگی و مردم به فقر، ذلت و بیچارگی عادت کردند. شاه سال یک بار مردم را رعایای وفا شعار خطاب می کرد و مردم در شبانه در چندین بار برای بقای تخت و بخت پادشاه اسلام دعا می کردند. و اما از سال 1343 به بعد وزش بادهای گرم روشنفکری به تدریج یخهای سکوت را آب می کرد. جریان‌های سیاسی شکل می‌گرفتند، روشنفکران متشکل می‌شدند و صف‌ها مشخص می‌شد. این صف‌بندی‌ها قسمت در سایه قانون اساسی جدید و قسمت هم در زیر فشار
ملی و بین المللی صورت می گرفت. آنانی که در قله های 50 و بالاتر نردبان عمر خیش قرار دارند، حتما بیاد خواهم داشت که سالهای آخر دهه 40 و اوائل دهه 50 خورشیدی برای مردم افغانستان به صورت عام و برای اهالی ولایت غور، فراه و بادغیس و مناطق مرکزی به صورت اخص سالهای نهض و نامیمون ثبت شدند. زیرا این سالها مردم مناطق متذکره به خاطر خوشسالی های شدید و پیهم تلخترین و دردناکترین شبها و روزهای زندگی خود را گذشتند. در تابستان سالهای 1349 و 1350 خورشیدی دهقانان و مالداران آن ولایت همراه با خانواده‌های خود به خاطر این که چیزی در کندوهایشان نمانده بود و حاصلاتشان نیز به سبب خوشسالی‌های متواتر سوخته بود و دشت‌ها برآمده و مانند حیوانات گیاه و ریشه نباتات را می‌خوردند و به کودکان خیش می‌خوردند که در اثر آن هزاران زن و مرد و کودک جان سپردند. ولی در همین شبها و روزها سایه خدا یعنی اعلی حضرت همایونی در درهای سرسبز و شاداب صفحات شمال کشور مصروف شکار آهو بود. دیدن چهره های رنگ پریده پیرمردان و کودکان و پیرزنان در بازارهای کابل که در زیر فشار گرسنگی خانه و کاشانه هایشان را رها کرده برای گدایی به کابل آمده بودند، آن روز ذهن و روانم را چنان متاثر ساخت که شب وقتی به خانه آمدم دست به سرایش شعر تمس آمیز زدم که در بحر متقارب سروده شده بود و چنین آغاز داشت: برام شه فاضل و با هنر که در صید آهو شده نامور، فتادر برو سالی کردگار، شها مهربانا شکار افگنا، تنت همچو پولاد و دل آهنا، در این باستانی وطن هرچه هست فدای تفنگی که داری بدست، اگر نام ندارد رعیت چه باک، تو را سیر دارد خداوند پاک، که تو شهریاری و ما بنده ایم، برای دعای سرت زنده ایم. مثنوی را که حدود 220 بیت داشت با شماری از سروده های دیگرم که تقریبا همه لحن سیاسی انتقادی و پرخاشگرانه داشتند در دوسیه خاص و در قفسه کتاب های خود نگهداری میکردم و منتظر روزی بودم که مردم افغانستان علا رغم آن که در انزوا و تاریکی نگه داشته شده بودند، پرده های بیداد و سیه روزی را بردرند و پایه های لرزان سلطنت را فرو ریزند که در آن صورت امیدوار بودم فضای برای تنفس به وجود آید و
در شمار صدها اثر دیگر من، سروده های پراگنده من مجال چاپ بیابند و به دست مردم برسند. اتفاقا سرنوشت سیاسی افغانستان طوری رقم زده شده بود که روشن فکران و تحول طلبان برای تحقق رویاهای خیش ضرور نبود سالهای زیاد انتظار بکشند. دهه چهل خورشیدی که در تاریخ معاصر افغانستان آن را دهه دموکراسی نامیدند، حداقل این مزیت را داشت که قانون اساسی جدید در همین دهه به تصویب رسید و در نتیجه فضا برای وزش بادهای گرم روشن فکری و ضرب شدن یخهای سکوت چندین صد ساله به تدریج مساعد گردید. هرچند شاه قانون احزاب را تا آخرین لحظات عمر سیاسی خیش توشیح نکرد، ولی احزاب عملاً زیر نام جریان سیاسی با برنامه های مشخص خیش سر برآورده بودند و جوانان نیز تقریباً به صورت نیمه علنی در صفوف آنها متشکل می شدند. مهمتر از همه این که وزش بادهای روشن فکری تنها به تظاهرات خیابانی جوانان در کوچه های کابل محدود نماند، بلکه به تدریج به مراکز نظامی و قطعات عسکری که تا آن وقت از هر گونه دخالت در مسائل سیاسی دور نگه داشته شده بودند نیز نفوذ کرد. با آن که نادرشاه و برادرش محمد هاشم با تعقیب سیاست ترور و اختناق راه را برای زمامداری ظاهرشاه چنان هموار کرده بودند که احتمال نمی رفت کم از کم تا یک قرن دیگر سر از میان مردم بلند شود و خواب راحت خانوادگی آنها را اخلال کند. اما همان خدایی که موسی را در کاخ فرعون پرورانده بود، این بار محمد داوود را در دامان سلطنت افغانستان چنان پرورش داد که علی‌رغم روابط خانوادگیش با مقام سلطنت به همدستی شماری از افسران و نظامیان روشنفکر و آزادی خواه بر ضد نظام شاهی قیام کرد و با توپ کاخ فرعون را نشانه گرفت و به تاریخ 26 سرطان 1352 خورشیدی تومار نظام شاهی را برای همیش از افغانستان برچید و نظام جمهوری را بنا نهاد. هرچند با پیروزی کودتای 26 سرطان قدرت دولتی از یک عضو خانواده سلطنتی با عضو دیگر آن انتقال یافت و در این دست به دست شدن قدرت مردم به صورت مستقیم سهمی نداشتند، ولی با آن هم سقوط سلطنت و اعلام جمهوریت در افغانستان برای من و امثال من که ملت را در پای پادشاه در حال جان کندن می دیدیم بشارت بزرگ به حساب می آمد. بشارتی که جامعه استبداد زده ما را بعد از کم از کم یکی دو قرن سکوت به سوی تغییر و تحول مثبت اجتماعی سیاسی کشانید. بشارتی که وجود مرا لبریز از شعر و ترانه ساخت. دلم میخواست واژه های شعرم در گوش بته های دشت و خارهای تشنه بیابان های میهنم مژده باران را زمزمه کنند و برای هر حادثه شعر بسرایم. در یکی دو سال اول نظام جمهوری، زمین که در وزارت زراعت ماموریت رسمی داشتم، در دانشکده اقتصاد نیز محصل بودم. در ماه سرطان سال 1353 وزارت اطلاعات و کلتور طی یک فراخوانی رادیویی با مناسبت اولین سالگرد جشن جمهوریت از شعرا و نویسندگان افغانستان خواست تا آثارشان را غرض چاپ و دریافت جوایزی که در نظر گرفته شده بود کاندید کنند، چنان که من نیز بخشی از سروده هایم را به شمول آن شعر طنز آمیز که قبلا به آن اشاره کردم در یک مجمع زیر عنوان پایان رنج ها در 150 صفحه به وزارت اطلاعات و کلتور سپردم که جایزه ناچیز را نیز دریافت کرد. و اما قبل از آن که مراحل فرستادن آن آثار به مطبع طی گردد، من در خزان همان سال با استفاده از یک بورس تحصیلی غرض تحصیلات عالی عازم کشور بلغاریا شدم. در جریان سالهای تحصیل چندین بار
به دوستانم نامه نوشتم که مسئله چاپ گزینه شعرم را از طریق ریاست نشرات وزارت مطبوعات تعقیب کنند، ولی جواب دریافت نکردم. تا اینکه در میزان 1356 خورشیدی پس از دریافت دیپلم ماستری در رشته اقتصاد سیاسی به وطن عودت کردم. پس از چندی بدون فوت وقت به ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور مراجعه و در مورد سرنوشت گزینه شعرم که با تأسف رونوشت دیگری نیز از آن نداشتم جویای معلومات شدم. با دریغ پس از چندین بار رفت آمد به مطبع دولتی و ریاست نشرات دریافتم که تلاش سودی ندارد و آن گزینه که حاصل بیش از 10 سال کار آفرینشیم بود به قصد یا به سهو تلف شده و امیدی برای به دست آمدن آن نیست. بنابراین از تلاش بیهوده دست کشیدم، زیرا تازه از تحصیل برگشته بودم و از نظر اقتصادی نیز وضع مناسبی نداشتم. ناگزیر بودم برای دریافت کار و معاش ماهوار به مراجع مراجعه کنم. از آنجا که بورس تحصیلی از طرف وزارت زراعت به من داده شده بود به وزارت زراعت شامل کار می شدم. و اما به دلیل تغییراتی که در رهبری وزارت زراعت صورت گرفته بود، آن وزارت از پذیرش مجدد من در مطبوعات خیش ابا ورزید و در نتیجه تا حمل سال 1357 بیکار ماندم و از تاریخ 15 حمل غرض انجام خدمت زیر بیرق به قطعه تعلیمی اعزام شدم. هنگام وقوع کودتای 7 ثوره 1357 خورشیدی، من در قطعه تعلیمی مصروف گذشتاندن خدمت سربازی بودم و از وقوع کودتا در وزیرستان از طریق امواج رادیو اطلاع یافتم. بعد از ختم دوره مکلفیت یعنی اواخر برج سرطان به کابل آمدم و نظر به سوابق مأموریت خیش باید به یکی از شعبات وزارت زراعت شامل کار می شدم. ولی از آن جایی که در اولین ماهای بعد از کودتای ثور وحدت شکننده دو جناح حزب دموکراتیک علناً درز برداشته، حزب و دولت را نوع بحران و سردرگمی فرا گرفته بود، کسی مرا در وزارت زراعت نپذیرفت و یکی دو ماه دیگر نیز بیکار ماندم. تا آنکه نویسنده و مترجم نامور زبان پشتو مرحوم امین افغانپور که از دوستان من بود و در آن وقت به حیث معین وزارت اطلاعات و کلتور کار میکرد از مشکلات زندگی و بیکاریم اطلاع یافت و به من پیام فرستاد که یک بار او را ببینم. 2 روز بعد در دفتر کارش به دیدن او رفتم. با همان گشاده رویی و صمیمیت همیشگی در برابرم ایستاد و به نشستن دعوتم کرد. بی مقدمه به مشکلات زندگیم تماس گرفت و گفت: فانی، تو باید مأمور وزارت اطلاعات و کلتور باشی، نه مأمور وزارت زراعت. بعد از آن که به موافقه رسیدیم، هفته بعد پس از مذاکره با وزیر و موافقه خودم، مرا به حیث اولین آمر اطلاعات و کلتور و مؤسس جریده سمنگان به ولایت سمنگان اعزام نمودند که تا اواخر حوت 1358 در آنجا ایفای وظیفه نمودند. از حمل تا سرطان 1359 برای مدت 3 ماه در دفتر روزنامه حقیقت انقلاب ثور به حیث مسئول صفحه اجتماعی آن روزنامه کار کردم و پس از آن بر حسب سواب دید وزارت اطلاعات و کلتور به حیث مدیر مسئول روزنامه بیدار و آمر اطلاعات و کلتور ولایت بلخ و آن ولایت اعزام شدم. در حدود 1 سال و اندی مسئولیت روزنامه بیدار و آمریت اطلاعات و کلتور آن ولایت را به عهده داشتم. در ماه سرطان 1360 به خاطر انجام برخی امور رسمی به کابل آمدم و بر مبنای مسائلی که شرح آنها در این مختصر نمی گنجد با حزب و دولت مقاطعه کردم. از سال 1361 تا 1363 به حیث معاون جریده پامیر،
از سال 1363 تا 1365 رئیس بخش فرهنگی شورای وزیران، از سال 1365 تا 1366 رئیس نشرات و تبلیغات اسرمیاش، از سال 1366 تا 1368 به حیث عضو شورای مرکزی و مسئول بخش شعر انجمن شعرا و نویسندگان ایفای وظیفه می کردم. در سال 1368 با خانواده ام به هند مهاجر شدم و پس از یک سال و اندی و تقاضای پناهندگی ام به ایالات متحده آمریکا جواب مثبت داده شد و از آن تاریخ تا کنون در ایالت کالیفرنیا به سر می برم. در قسمت آثار چاپ شده ام، آنچنان که در متن صفحات قبلی اشاره شد، اولین گزینه شعرم ارمغان جوانی در سال 1343 از جانب وزارت مطبوعات وقت چاپ و منتشر گردید. دومین گزینه سروده هایم زیر نام پایان رنج ها در سال 1353 جایزه مطبوعاتی را دریافت کرد، ولی اقبال چاپ نیافت. سومین اثری که از خامه من منتشر شد داستان کوتاه بارانه بود که از جانب مؤسسه نشریاتی جریده پامیر نشر گردید. پیامبر باران چهارمین اثرم است که شامل گزینه سروده هایم می باشد و در سال 1365 از جانب انجمن شعرا و نویسندگان چاپ و منتشر شده است. عامر با صلاحیت عنوان گزینه طنزهای من است که در سال 1366 به حیث چهارمین اثر من از جانب انجمن شعرا و نویسندگان افغانستان اقبال چاپ یافته است. در سالهای اقامت در امریکا علی‌رغم گرفتاری های غربت، نخست به همکاری دوست دانشمندم دکتر صدرالدین شهاب‌زاده به نشر دو هفته‌نامه صبح کابل اقدام کردیم که پس از دو سال به خاطر مشکلات اقتصادی نشر آن جریده متوقف شد. بعداً در سال 1373 اولین گزینه شعرم را در مهاجرت زیر عنوان ابر و آفتاب منتشر ساختم که چاپ اول آن به زودی نایاب شد و چاپ دوم آن نیز اکنون در دسترس نمی باشد. شکست شب عنوان دومین گزینه شعر من در هجرت است که در سال 1375 در امریکا چاپ و منتشر شده است. دشت، آینه و تصویر سومین گزینه سروده های من است که در سال 1376 در امریکا اقبال چاپ یافته است. فانی در آینه اندیشه دیگران. در حدود 14 سال از خاموشی شاعر توانا و بسیار گرامی ما رازق فانی سپری میشه. اگر ما صدای رازق فانی را از هنگرهای خودش نمیشنویم سوگمندانه با تأسف زیاد، اما پژواک شعرش در همه آفاق سرزمین ما و فرهنگ ما میپیچه. فانی در همه قالب های شعر زبان فارسی دری شعر سرود و قریحت خود را آزمود، اما باید گفت که شخص فانی توجه بیشتر به غزلها داشت و غزلهای خود را گرامیتر و عزیزتر می داشت و باز هم باید تأکید کنیم که او قصاید بسیار خوب، مثنوی های بسیار دلانگیز، دو بیتی ها و ربایی ها و در آخرین سالهای زندگی پربار خود گرایشی هم به اسلوب نیمایی داشت و
و سروده های بسیار شیوایی در این اسلوب از وی به یادگار مونده است. نگاهی کوتاهی می اندازیم و غزل سرایی و نمایندگان آن. از لحاظ بعضی تفاوت ها با شیوه کار غزل سرایان سالیان اول، دو سه شاعر پس از سال 1340 زیادتر آثارشون غزل هایشان چاپ شده که اینها عبارت هستند از دکتر اسدالله حبیب، آقای محمود فارانی و مرحوم رازق فانی، که باز هم اینها متفاوت هستند از لحاظ غزل، غزل سرایی. اگر تمرکز کنیم به صورت خاص بر غزل سرایی جاودان یاد زنده یاد فانی، غزل های فانی بسیار شفاف است. یعنی حتی خواننده عادی غزل کلمه به کلمه و مصرع به مصرع و بیت به بیت میگیره. هیچ گونه ابهام و تعقید لفظی و معنوی در غزل‌های فانی نیست. یک دست گوش نواز و تا حدود زیادی با آنچه که امروز نو غزل سرایی میگن همخوانی داره. چیز دیگه در غزل های استاد غزل استاد فانی هست که سعادتیست که دارن. سعادتشان در کجا هست؟ سعادتشان در این است که بسیار کم شاعری مانند مرحوم فانی در میان مردم خواننده و اواخا و طرفدار پیدا کرده. من شخصا بدون اغراق میگم، من شخص بسیار کم سوادی را دیدیم مثلا که حتی نام مرحوم فانی را نمیدانستن سراینده این شعر هستن. دو سه بیتی از غزل بسیار مشهوره که غزال چوشه شرها به پلنگ میفروشد از افس خانه و ما گفتیم که مثلا برادر تو میدانی غزل از کیست؟ گفته نمیدانم، اما گفته این غزل بند دل مرا کند. اما قسمی که مردم صحبت میکنن این سعادت بعیس مثال باز هم یاد میکنیم باز اون مرد بزرگ صوفی اشکلی داره که هنگامی که استاد حیدری وجودی غزل های مرحوم اشکلی را تدوین میکردن در جاهای این بنش رسید که آقای حیدری وجودی سرگرم تدوین دیوان صوفیستن. حتی ملازمین کتابخانه آما آمدن گفتن این شعرش پیش شما نیست، ما یاد داریم. بسیار عجیب است. و آقای فانی همین اقبال داشته و این سعادت است که بیشتر هم گفتم نصیب هر شاعری نمیشه. مثلا از اساتیز غزل، آنقدر که غزل حافظ در ذهن مردم است و از حافظه میخوانند، حتی مردم کم سواد، سعدی با هم عظمت خود چنین نیست به نظر من. در هر حال فانی گذشته است داشتن پایگاه و جایگاه بسیار بلند در شاعری و در غزل سرایی. انسانی بود نیک نهاد، پاکیز سرشت و خیلی صمیمی و مهربان. مثلا اما دوستانی که فانی را از نزدیک دیدن شهادت میدن که فانی، حتی ما یک دروغ از زبان فانی نشنیدیم و فانی هیچگاه در غیاب اشخاص از آنان بد نمیگفت. از همه ولو کسانی که فانی را آزرده بودند
سخنان نامناسب دربارش گفته بودند و نوشته بودند درباره آنها هم حرف زشتی بر زبان نمی‌آورد. درباره دوست بسیار گرامی و عزیز و نازنین بنده جناب فانی گفتنی زیاد است، اما اجالتاً من و امی مختصر بسنده می کنم و روانشان را شاد می خواهم. نویسنده و شاعر فقیر کشور شادروان دکتر اکرم عثمان درباره اشعار فانی چنان می نویسد: شعر فانی را نمی توان از شخصیتش سوا کرد. به گونه شعر فانی در واقع مجموعه شناخت ها و دریافت های فانی از چه و چند حیات است که به صورت مقفا و موزون در قالب اشعارش بازتاب یافتند. آیا فانی چگونه آدمی است؟ پایگاه های عقیدتیش برای پیفکندن این تارم منقش و زرندود و نگارخانه حسن و ذوق و عاطفه و دنیاهای درونش چی می باشد؟ بهتر است از خودش مدد بجوییم. با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، آباد هر که گشت من آباد می شوم، در دام هر که رفت شریک غمش منم، از بند هر که رست من آزاد می شوم. فانی از همین جا آغاز می شود. مطلع بسیار مناسبه که برای شاعر شدن و از آن والاتر برای آدم شدن است. فانی برای این مقصد سالها رزمیده و تپیده است. او در این دور زمانه از محدود کسانی است که اشعارش سمت، طعم و حلاوت دارد و در آن جنون ارتزاق و سوداهای رایج در عرصه‌های زندگی متداول و چشم نمی‌خورد. در شمار صدها اثر منظومی که رنگی نامه شبانه و روزانه ما را پر کرده اند، کمتر اثری را می توان به صراحت و صداقت غزلهای فانی یافت. او در حدی که می داند و در حدی که می تواند یک وصاف و سناگوی صدیق حقیقت است. من در حدود 45 سال پیش با زنده‌یاب رازق فانی آشنا شدم. در سراسر روزهایی که هم او و هم من در افغانستان بودیم، من او را مرد بسیار شایسته، حلیم و فروتن یافتم. من هرگز از فانی نشنیدم که ادعاهای بزرگی داشته باشد، هرچند او شاعر بسیار خوبی بود و در همان زمان در میان مردم شعرش شناخته شده بود و بسیاری از آوازخوانان شعرهای رازق فانی را خواندند و برای این و آهنگسازان برای این شعرها آهنگهای خوب ساختند. رازق فانی نه تنها در عرصه شعر چهره شناخته شده بود، بل اثرهای داستانی هم دارد که می شود به جای خودش از آنها سخن گفت. به هر صورت حالا که رازق فانی در میان ما نیست، جا دارد که از این شاعر گرامی و این مرد که سراسر زندگیش را با فروتنی سپری کرد با احترام یاد کنیم. زنده با نام رازق فانی. ما با
فانیس با شعرش بیشتر از خودش آشنا بودم. شعرش در کابل در مجلات بسیار وزین چاپ میشد و من میخواندم. البته فانیس در همه اوزان شعر، شعرهای کلاسیک به خصوص شعر سروده، ولی غزلهایش و مثنویهایش بیشتر با مخاطبش رابطه برقرار میکرد. شعرش با همه روانی و زیباییش داره سرشار است از اندوخته هایی که در دوران زندگیش جمع شده، از زندگی جوانیش، از خوشیهایش، از سفرش، از تحصیلاتش، از آرزوهایی که برای مردمش و وطنش داشت و راهایی رو که میخواست بره تا مردم به یک جایی برسن و این راه را تا جایی گرفته بود و جایی که ببون بست برخورده، این همش در شعرش انعکاس میکنم و بعضن هم امی بون بست ها آزارش میده در شعرش دیده میشه. شعرهایش رو گفتم که بیشتر در قالب کلاسیک است، ولی از یک روح شاعرانه و از تخیل شاعرانه و زبان روان برخوردار است. در دو ترکیبای بسیار نو به کار رفته و همچنان البته در شعرش عشق و عشق به عرفان زیاد دیده میشه که البته یک بحث جداگانه است، آدم در یک فرصت دیگه روی دیگه با میتونه صحبت بکنه. اما با فانی صاحب حضوراً ما در سان دیگو در محافل ادبی که آقای فانی گردانندگی میکردن، در یک محفل شام که محفل بود به مناسبت بزرگداشت از شعرهای شهید آسی، در این محفل آقای فانی برگرداننده پروگرام بودن و بعد از اینکه شعرهایشان شعرهای آسی رو بررسی کردن که واقعا هم شعرهای بسیار نابی بود و عاشقانه‌هایش هر کس رو میگیرن، آقای فانی در اونجا گفتن که ما بعد از اینکه شعرهای آسی رو خواندم میخواستم تمام سروده های خدا با آتش بندازم. ما در اینجا به بزرگواری و تواضع و بزرگمنشی فانی متوجه شدم که این در حدی بود که بعضا شعرهای خدا خودش در ترازوی نقد میماند، خودش سر و ناسره میکرد و گاهی هم میسره کردن ها بسیار در مورد خودش ظالمانه بود. خب البته در این شک نیست که آسی در به قول استاد باختری یکی از حادثه ها در شعر معاصر افغانستان بوده، ولی فانی جای خود در شعر معاصر افغانستان داشت و داره. فانی انسان بسیار بزرگ و بار برده بار متوازی، خوش صحبت، خوش برخورد، بسلگو بود که آدم از محافلش بسیار هضم برد و بهره می برد. فانی صاحب در زبان فارسی ده عاشق زبان فارسی بود، فارسی ده بسیار دوست داشت، ادبیات دوست داشت، شاعران دوست داشت و کسانی که دست اندر کار ی ادب بودن بسیار به ایشان احترام داشت. در بخاطر دارم وقتی که سیمین بهبهانی از شاعران بزرگ و دوست داشتنی ما در سان دیگو یک سفر فرهنگی داشتن، مهمان آقای فانی بودن. با تأسف ما امروز شادروان فانی و شادروان سیمین بهبهانی رو با خود نداریم، ولی خاطراتشان و حضور معنوی از اونا را در شعرشان همیشه با خود داریم. با خاطر دارم وقتی که فانی صاحب در 26 اپریل بود که جسم فانیش در مادر مزار در مزارش به خاک سپردیم، در اونجا همه باش ودا کردیم، ولی حضور معنوی از او همیشه با ما هست. پس فانی فانی نبوده، فانی باقی است، با وجودی که خودش به می بی‌ثباتی هستی پی برده بود و گویا واقعا تخلص فانی رو بر خود انتخاب کرده بود، ولی حضور معنویش دیگه فانی نیست، حضور معنویش باقی است، با ما هست، برای همیشه است. شادروان استاد عبدالرشید بینش درباره آثار رازق فانی چنان می نویسد: تنین‌های زیبا. هر باره که گزینه ابر و آفتاب اثر رازق فانی را ورق می زنم، نشیده‌های زیبای آن در دلم چنگ می زنم. من در این مجموعه اشعار را می خوانم که از شیوایی بیان و وجاهت کلام لبریزند. هر شعر پیامی را در خود مزمن دارد. پاره از آن اشعار لطافت و گرمی غنایی دارند و برخی دیگر سرشار از عواطف و احساس مردمی و انسانی است که با خوانش آنها
فریاد دردها و حصه های درونی هموطنان به خود نشسته من به گوش جان ما تنین می اندازد. پاره دیگر آن چکامه ها تجلیات عرفانی و لاهوتی را در دلها می افروزد و انسان را از این جهان خاکی بالاتر و بالاتر می برد. من وقت خانه پندار را در مجموعه ابر و آفتاب خواندم چنانم مست کرد که دامنم از دست برفت. این مثنوی را آنقدر مکرر خواندم که از حفظم شد و در سلول‌های مغز من جای گرفت. رازق فانی از زمره آن شاعران و سخنوران انگوش شماره است که روزگار پس از ده ها سال یک بار از وجود آنها محیط فرهنگی یک جامعه را روشنایی و شکوفایی می بخشد. یک شاعر بسیار خوبی سرزمین ما هست که نه تنها در افغانستان بلکه میشه گفت که شاعری هست که میشه شعراش را در حوزه زبان فارسی دری مطرح است. رازق فانی با نخستین گزینش به نام ارمغان جوانی آغاز شد و این دقیقا ارمغان جوانی به سال 1344 به نشر رسید در کابل و یک جوان 22 ساله بود. اون گزینه شعرش که وقتی آدم توجه میکرد بسیار متاثر از اون زبان و حال و هوای شاعری اقبال است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشیم که اقبال در شاعری افغانستان یا بر شعر فارسی در افغانستان در اوایل در دهه های نخستین صدی بیستم یک تأثیر گذاری بسیار گسترده دارد. مثلا یکی از شعرهایش که اونجا آمده به دریا موجی از خود رفته ای گفت: اگر جنبش نباشد زندگی نیست، فروغ زندگی از جنبش آید، چراغ مرده را تاب زندگی نیست. وقتی که این شعر شما میخوانید شما را به جهانبینی و نگرش و تصویر پردازی های اقبال میرسونه که در همون نخستین گزینه نشان داد فانی که او یک جوان بسیار با استعداد است. بیشترین شعرهایش که تا جایی که من مثلا اون گزینه بسیار معروفش که پیامبری باران که به شهرت رسید و بعدن دیده شد غزل سرا است. البته مثنوی داره و بعدن در سالهای پسین و شعر نیمایی هم رجوع کرد. مثنوی های بسیار در مثنوی سرایی بسیار زیاد یک شاعر موفق است و مثنوی هایش زیاد به گونه مناظره است یا به گونه بخش بیشترش مناظره. همون یک شیوه هست که مثلا میشه که از این نقطه نظر فانی رو با پروین اعتصامی مقایسه کرد. در شعرهای پروین اعتصامی شما که ببینید هر چیز با هر چیز در مناظره است. شانه با موی در مناظره است، مثلا موج با ساحل در مناظره است. همین مناظره هاست گفتگو میکنن، تار و سوزان در مناظره است. اونو شما خوندین دیدین و بعد در آخر نتیجه گیری میکنن یک پشتی با نتیجه هاش مرزن. فانی هم در بسیار مثلوی هاش هم میترست. مثلا مناظره یک مثلا مناظره عشق است با دل. مثلا عشق از دل شکایت داره که تو مرا رها کردی و تو مرا ایتور کردی، من یک قطره. باز دل میگه که اصلا تو نخواست که با سرچشمه خود باشی، تو در قطع از پیش ما فرار کردی و هر کس که از سرچشمه و چی خود فرار کنه بالاخره روزگار خود نداره. یا مثلا مناظری هست که یک شاگرد با استاد گلکار خود داره، با معمار، با کسی که ساختمان میسازه، که این همه ساختمان ها و خانه ساختی خودت چرا بی سر پناه هستی. باز میاد پشت سری از او باز امون نتیجه گیری های اجتماعی و سیاسی خود میگه. فانی قدرت شاعری و تخیل شاعرانه بسیار خوب داره. پیشترم برای شما توضیح دادم که هنوز غزل در غزل های خود هنوز آنقدر مثلا زبان مدرنی که امروز غزلی مدرن ما داره ای نداره. یک نوع آمیزه از غزل مدرن از غزلهایش با غزل سنتی، ولی در یک تناسب بسیار خوب. یعنی شعرش
همه شعرهایش یک پیام داره، یک محتوای انسانی اجتماعی داره. این گونه نیست که در حقیقت بسازی باشه که شما یک دروازه را باز میکنین و پشت دروازه میبینی هیچ چیز، نه. در همه شعر شاعری است که میخواد چیزی را میخواد بگوید، چیزی را میخواد بیان بکنه. از اون خاطر محتوای شعرهایش بیشتر به زندگی روز برمیگرده، به زندگی، یعنی به جامعه که زندگی میکنه، یعنی یک تعهد اجتماعی داره. شاعر باید نسبت به روزگار و زمان خود هم مسئولیت داشته باشه. فانی، من میخوام که یک شاعر پیشگام در غزل سرایی ما است و هنوز شاعر شعرش خواننده داره و تا شاعر مخاطب داره زنده خواهد بود و کار خود را انجام داد. برای غزل سرایی ما را خیلی نرم و لطیف ساخت، با محتوا ساخت و مثنوی های مسرود و یعنی خلاصه ای که شاعری هست که امروز مطرح است و مردم میخواننشان، و در حالی که ما شاعرایی داریم که زنده و برحال است که از شعرشان نمیخوانن، و این بدترین حالت برای یک شاعر است. یعنی گاهی شاعران پیش از شعرشان میمیرن. شاعرانی هست که حالا ما شاعران داریم که در حد مرده هم، یعنی کس شعرشان نمیخوانن، نیازه. او شاید دلیلش اینه که هیچ وقت فانی نخواست که فانی شاعر ایدئولوژیک نبود، مثلا بیا ایدئولوژی را در شعر خود پیاده کنه، یا بیا مطابق به جریان های سیاسی مثلا شعر بود که جریان سیاسی وقتی که دورانش تایی میشه شعرم میره و پشت کارش. اون همیشه نگرشی به مسائل اجتماعی و زندگی داشت و اون مسائل ادامه داره، تا اون مسائل ادامه داره، تا اون مسائل مردم تماس دارن، این شعرها خوانده میشه و یک نامی آشنا و باشکوه و افتخارآمیز در شعری معاصر است. این را هم باید یادآوری بکنم که در سالهای 90 با خانش پرمحتوای مثنوی ها و دو بیتی های ابر آفتاب برنامه هایم پرواز می شود. فانی شاید صدها شعر چاپ ناشده داشته باشد، اما از ازدحام بدش می آید، بنابراین شعرهایش را سرم می دارد. نمی خواهد در ازدحام کوچه های شعر پیامش گم شود. فانی وقتی از جاده چپ بیرون می شود، به آن که براست به پیچد رو برو را می گذیند. این بار مثنوی هایش در فضای عرفانی قدم می گذارد. رازق فانی با زبان ساده اما روان و آشنا سروده هایش را می نویسد، داستان هایش را می نگارد. می خواهد پیام هایش را که تجربه های او از گرداب پیامت های ناخواسته است رویداد نگاری کند. فانی از کسان است که بیدادها و ناباسامانی های اجتماعی و نابسامانی های اجتماعی و حتی سیاسی را نادیدن نمی گذارد. با زبان طنز و گاه با کنایه های نیشدار بر آنها می تازد، اما هرگز این را از یاد نمی برد که سیاهی و شب موقتی است. با باور سخت به آینده بامدادان را بشارت می دهد. او فردا را از یاد نمی برد، چون می داند که فردا نباید مثل دیروز و مثل امروز باشد. هرچه است فردا هنوز نیامده، پس می توان فردا را دوباره ساخت، پیچ و تابش داشت. فردای فانی از میان دود و آتش صدا می کند، نانهال است که در آتش می سوزد، اما با دلاوری
فریاد میزند که صبحزن مرحله دیگری از رویش ماست و تأکید میکند که باید از سر رویید، باید از سر رویید. دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخای من با پایش بیدار قصه گفتم، آخای من با پایش بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم قصه گفتم، آهسته گریه کردم، هموار قصه گفتم. دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخای من با پایش بیدار قصه گفتم، آخای من با پایش بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم گفتم به خواب